سلام. سلام. سلام شده. خوبی؟ به موقع اومدی؟ بله به موقع اومدی. خانم افرشته، من خیلی فکر کردم. اصلا درست نیست شما بیان بیمارستان. ولی ما که دیشب با هم تلفنی حرف زدیم. بله حرف زدیم، ولی بعدش وقتی من گوشی گذاشتم پشیمون شدم. من جواب خانم دکتر رو چی بدم؟ جواب بچه هاشو چی بدم؟ ولی شادن من اصلا حالش خوب نیست. دکتر حتما باید شادن رو ببینه. بله میفهمم. بذاری من به دکتر بگم، یه دکتر دیگه بهتون معرفی کنه، شما شادن رو ببرین اونجا. نه، خود دکتر غریب باید شادن رو ببینه. حداقل بذارین بهش بگم، بعد باهاتون تماس میگیرم، شما بیان بیمارستان. اصلا لازم نکرد شما منو ببری، خودم میرم اونجا رو بلدم. ببریم ماما. وای باشه خانم افرشته، یه لحظه صبر کن. خانم آقایون بفرمایید، میخوام در مطب چیکار کنم خانم؟ من نمیدونم، نه دکتر زیایی میاد نه دکتر غریب و پسرشون. خواهش میکنم بفرمایید. خواهش میکنم خانم بفرمایید. شما هم مثل این خانم بریم بیمارستان؟ نه نمیشه، ببخشید. خواهش میکنم بفرمایید. بفرمایید تتوی چون میتونم برم بیمارستان، ما نمیتونیم بریم. حالا بچه من اصلا خوب نیست، با بچه شما که سرما خورده خیلی فرق میکنه. کجا میدونی بچه من سرما خورده؟ خانم بفرمایید. بفرمایید. دکتر بیدارن؟ آره ولی دارم بیوپسیشون میکنم. چرا؟ گلبوله سفیدشون خیلی پایینه. خیلی بده نه؟ کمتر از 4000 تا نباید باشه دیگه. الان چند تاست؟ 1500. سلام. سلام. یاسمنه خوبین دکتر؟ میبینی یاسمن با من دارن چی کار میکنن؟ خوبه که دکتر؟ جاش خوبه، آب در هاون کوبیدنه، کفاره سرطانه مجازات منه که به این مرز دوچار شدم. خدا نکنه. تا من باشم دیگه به سرتان مبتلا نشم. چه خبرده؟ نامه هاتون رو براتون آوردم. چند تا از مرزاتون هم زنگ زدن، گفتن میخوان بیان عیادتتون. گفتن فلان صبر کنید از خود دکتر اجازه بگیرم. برای چی بیان؟ بهشون بگو غریم گفته از لطف شما ممنون، لازم نیست. مادر شادن افراشتن شب زنگ زدن، گفتن که میخوان بیان پیشتون، حال شادن خوب نیست. هرچی براشون توضیح دادم دکتر در شرطی نیستن که بتونن شما رو ببینن، زیر بار نرفت. خب میذاشتی بیاد؟ الان تو لابی هم با شادنه؟ بله. خب برو بیارشون بالا. اجازه بدین کار بیوپسیتون تموم شه. تا تو بری بیارشون بالا این هم تموم میشه. چشم. مریضتونه بابا؟ سفلک سرطان خون داره. چند سالشه؟ 8 سالشه. فرشته نازنینه. سلام آقای دکتر. سلام شادم خوبی؟ خانم افرشته جواب بیوپسی شادم رو بردم. متاسفانه من خودم سر از بیمارستان در آوردم، نتونستم تو مطلب در خدمت باشم، ببخشید. خواهش میکنم، شما ببخشید که من اینجا مزاحمتون شدم به خاطر حال بد شده. کار خوبی کردیم سالین آمارده. بخشقی دکتر، نتیجهش چی شد؟ چیزی نیست، دو سه روزی باید اینجا بمونه. شادن جان
میدونم اتاق تو خونت از اینجا بهتره، اما اگه یه مدت اینجا بمونی حالت انشالله خوب میشه، برمیگردی خونت. مامان نمیخوام اینجا بمونم، مامان نمیخوام اینجا بمونم. شادن جان اینجا بچه هایی هستم بتونی باشون بازی کنی. مامان نمیخوام اینجا بمونم. مگه من میخوام شادن؟ اگه اینجا موندم فقط به خاطر اینکه حالم خوب بشه، هر چیزی تا برم خونم، برم صاف سر یخچال هر چی دلم میخواد بخورم. کلاس دوم شادن؟ بله. آفرین آفرین. کلاس دوم چی؟ دبیرستان؟ نه خیرم، دبستان. محبه ببخشی خانم، اجازه. ببینم شادن جان همه دوستات مدرسه میرن؟ دکتر اجازه میدی پانسمان تو عوض چی؟ آره نه دخترم بگو. بله. دختر خاله ها و پسر خاله ها چی؟ اونا مدرسه میرن؟ من دختر خاله ندارم. اه پسر خاله چی داری؟ آره نازنینم بگو. بله بله مدرسه میره؟ دختر داری پسر داری هم داری؟ شده اونا مدرسه هم میرن؟ دختر داییم مثل خودم کلاس دومه، اما پسر داییم تازه رفت به مدرسه. آفرین. پسرم و دخترم و چی؟ بله. دختر عمه پسر عمه اونا رو هم داری؟ بله. اینا همه شون مدرسه میرن؟ بله. چقدر فامیل داری؟ شادم سارا یه پسر همسن سال خودت دیدی که مدرسه نرفته باشه؟ نوچ نگو شادن جان، بگو نخه. چی کارش داری خانم؟ حتا بگه نوچ. بابا دکتر اینجور عادت میکنم. کاری به کاریش نداشته باشین، راحتش بذارین خانم. مامان چرا گریه میکنی؟ چیزی نیست از بدارم دیگه. میگم بله. شادن جان بابام ازت پرسید تا حالا یه پسر بچه همسان سال خودت که مدرسه نرفته باشه دیدی؟ نه خیلی. دوست داری ببینی؟ بله. الان میرم. با دفتر مدادش. آره میدونم. یه چیزی از دست بخوام قبول میکنی؟ بله. قول میدی؟ بله. یه پسر هست الان میاد اینجا، میخوام ازت خواهش کنم کمکش کنی بهش درس بدی. مریضه؟ اسمش هم عقیله. مدرسه نمیره؟ چون مریضه مدرسه نمیره؟ چون کار میکنه مدرسه نمیره. چی کار میکنه؟ خب اینا رو دیگه باید خودت ازش بپرسی. فقط اینو بهت میگم که اهل خمیره. اهل خمیره؟ یعنی تو نونوایی کار میکنه؟ آقای دکتر نامه‌هاتون رو بدم خدمتون؟ یه جایی بذارشون رو. نه خمیر اسم یه شهریه تو اون پایین بایینای ایران، نزدیک یه دریای گنده که بهش میگن خلیج فارس. مگه میشه خمیر اسم شهر باشه؟ چرا نمیشه؟ پرتقال که خوردی؟ بله. ما تو دنیا یه کشوری داریم به اسم پرتقال، اما از ما خیلی دوره. شنیدی اسمشو؟ شنیده بودم. آفرین آفرین. تازه شادم، ما تو کشور خودمون یه شهری داریم به اسم سقز. میدونستی؟ نه. میدونی سقز یعنی چی؟ آدامسه دیگه. آفرین. اما این شهری که اسمش سقزه خوردنی؟ سقزو نمیخورن میجوان. بس میگه سقزو نمیخورن میجوان. آفر. بگو ببینم تو حالا نوشابه به اسم کانادا خوردی؟ نارنجیه. آیده چه کارتون تموم شد؟ اینو مشکر. آه پس رو نکشی. نه باشه. 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 سلام آقای. بهتری؟ بابا تماس نگرفته؟
چرا دیشب زنگ زد؟ گفت این هفته میام. دمامت هم میاره؟ خیلی. این همون پسریه که اسمش عقیله، اهل اون شهریه که گفته بودم چی؟ خمیر. خمیره. خیلی پسر خوبیه، تو این بخش همه دوستش ده. عقیل جان برو بشین رو نیمکت. خب باید به من قول بدی بهش خوندن نوشتن یاد بدی. باشه؟ باش. برو بشین پیشش. برو عیسم، برو بشین. مریم به شادم بگو عقیل توی چند روزه تا کجا الف با رو یاد گرفته. باید بستری بشه. بله باید بستری بشه. از که؟ از همین الان. اصلا بذار این ماینش بکنم. مریم اون سرمو بردار. بابا چقدر جاتون پاش شدین؟ کجا میرین؟ میخوام شادن رو یه معاینش بخواهم. شادن رو خوابونش رو اون تخت. شادن بیا. شادن جان برو بالا. خب ببینم ات درد میکنه؟ چه خوب میشد عقیلم میتونست عین تو هم بنویسه هم بخونه. بهترین سوغاتیه که میتونه به شهرش ببره. اسم شهرشو میدونی چیه؟ خمیر. خمیر. دوست داری با شهر عقیل یه نون تافتون درست کنیم با هم دوتایی بشینیم بخوریم؟ نه نون تافتون نه. چرا پس چه نونی؟ نون باگت. آخه با یه شهر ایرونی که نمیشه یه نون خارجی درست کرد که میشه؟ ها؟ علی دوست داری با شهرت چه نونی درست کنی؟ نون سنگک. با سنگک موافقی؟ نه کلوچه. کلوچه؟ او نمیشه. اگه بخوایم با شهر عقیق کلوچه درست کنیم اون وقت باید شکر بهش اضافه کنیم، افزودنی های مجاز قاطی کنیم. نمیشه یه نون دیگه بگیم. لواش. لواش خوبه. پنیر میذاریم لاش میخوریم. راستی بهت نگفتم چرا باید موهاتو کوتاه کنی؟ مگه میخوایم موهامو کوتاه کنی؟ بله دیگه. آخه این دوایی که میخوری موهات میریزه ولی بعدش اولش هم بهتر در میاد. من نمیخوام موهامو کوتاه کنم مامان. چیزی نیست عزیزم، به خدا خوب میشی. بس قرصت هم نمیخواد بخوری، همینجوری یه جوری خوب بشو دیگه. تو رو خدا نزنی. آخه این مو در مقابل سلامتی چه ارزشی داره؟ همش چند ما کوتاست. بعد خوب میشه، از اولش هم بهتر میشه. آخه دوستشون دارم. میدونم دوستش داری، اما اگه دواتو بخوری زودتر خوب میشی. بعد ما این موهایی که ازت چیدیم با شهر عقیق قاطی میکنیم، کلوچه درست میکنیم، میدیم همه مردم بخورن ای از توش مو در بیارن. خوبه؟ یه خورده کوتا کنیم. خب همش اینقدر کوتا میکنیم. داری با ما خدافزی میکنی؟ خدافزی کن. خدافزی کن ایزم. خدافزی کن. سه سال پیش در پی شیوع بیماری تیفوس در نیمه راه سفر به کربلا کاروان ما سر برگردانده و به سوی تهران بازگشت. پدرم مرحوم میرزا علی اصغر غریب همانند دیگر زائران با چشم گریان گفت السلام علیک یا ابا عبدالله، بار دیگر و در فرصتی دیگر به سویت باز خواهیم گشت. و در طی این سه سال به سبب ناامنی مملکت و نابسامانی مالی فرصت زیارت پیش نیامد و دفتری گشوده نشد تا شرح چنین سفری باشد. و عاقبت چرخ چرخید و چرخید و بس نامور به زیر زمین دفن کرد تا که از هستیشان به روی زمین نشانی نماند.
و این آب و خاک به سوم اسفند و به عبارتی به سیوم حوت سال 1299 شمسی رسید. ای مرغ سحر، عشق ز پروانه بیاموز، کان سوخته را جان شد و آواز نیامد. اسم چیه؟ محمد. اسم چیه؟ نادر. اسم چیه؟ اکبر. اسم چیه؟ محمد. علی. اسم چیه؟ محرم. اسمت چیه؟ ابوالفضل. برو قاطی اوناش. خسته نباشی همونجا اصد. سلامت باشین. خب تموم شد دیگه. بله دیگه. بچه ها میتونن برن به درسشون برسن. غایب نداشتین امروز؟ غایب. آمیزا مسئول. نه نه امروز دو نفرشون غایبن که اونم سلامت. خیلی خوب مشخصه. مطمئن میشونم؟ بله. بله میشه فهمید سالمن. خب برن دیگه. بله بله. آمیزا مسئول. بچه ها برن. دانش آموزا کلاهاتون رو سرتون کنید. آقایون معلمین. کارتون شروع کنید. اینو ببرید سر اتاقاتون. یکی یکی ببرین سرشون رو بشورین. به چرا فرار میکنی؟ خیلی خوب تو بیا. بیا چیز نیست. پدر جان آب بیار سر اینو بشور. برو اونجا بشور. حامیزا اسد عجب چیزایی داری آ. اینجا بشین، کلاتو بده من. بشین. بشین بابا. بشین. 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 بشین چیزی نیست. بشین. سرت تنگ. آها. سرتو بما، سرتو بما. سرتو بما. بشورم. بشور، بشور بابا. بشور بابا. بشور، بابا. بشور. بشور. دایی جون بشور. بشور. حالی که اومدی بشور. 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 زودتر. بیشتر. حواست کجاست پسر جون؟ وقتی دارم درس میدم شیش دنگ حواست پیش من باشه. گرچه سیم و زر ز سنگ آید همی، در همه سنگی نباشد زر و سیم. بر همه عالم همی تابد سهیل، جایی انبان میکند جایی عدیم. خب داشتم میگفتم که دانشمند را مؤاخذت کرد و معاتبت فرمود که وعده خلاف کردی و وفا به جا نیاوردی. وفا به جا نیاوردی. دستو بگی. آقا ببخش. دستو بگی بالا. بگی بالا. آقا ببخش. بگی بالا. بگی بالا. بگی بالا. آقا ببخش.
وایسا همینجا. تکون نمیخوری یا فهمیدی؟ تکون نمیخوری. فهمیدی؟ خب داشتم میگفتم که معاتبت فرمود که وعده خلاف کردی و وفا به جا نیاوردی. گفت بر رأی خداوندگار روی زمین پوشیده نماند که تربیت یکسان است و تبا مختلف. گرچه سیم و زر ز سنگ آید همی، در همه سنگی نباشد. یه سایه نوشت. تو بیا. سرگی جلوتر سر. سرگی جلوتر رو سرگاه تریزه. تو چرا بیرونی؟ ببینم. میگم چرا بیرونی؟ بیا. چه برای کار به کجا بره؟ سلام علیکم. برپا بشینید. این چرا بیرونه؟ حواسش به درس نیست. اگه قرار تنبیه بشه باید مواظبش باشین. گاهی اوقات از لای در نگاه کنید ببینید سر جاش هست یا نه. این داره شیطنت میکنه، سرک میکشه. اگه بیرون از کلاس میخواین تنبیهش کنید باید دو دستشو بالا بگیره، یک پاشم بالا بگیره، رو به دیوار وایسه. اگر غیر از این باشه همه اینا دوست دارن تنبیه بشن. کی دلش نمیخواد؟ بیرون چیکار میکردی؟ ها؟ گفتم بیرون چیکار میکردی؟ آقای چی به خدا؟ دستو بگی بالا؟ دستو بگی بالا؟ بگی بالا دستو؟ بگی بالا؟ من که باید نگفتم همون چه میسی؟ بیا بیرون، برو بیرون. همینجا وامیستی، فهمیدی؟ تکون هم نمیخوری. چیکار میکنی؟ من حریف این نمیشم. چیکار کنم باش؟ چیکار کرده؟ بهش میگم اونجا وایسا نشسته داره مورچه ها رو میکشه. آقا مورچه نکشتی؟ پسر تو آدم نمیشی؟ حتما باید بندازم تو زیر زمین؟ باشه مشرحمت، اینو بنداز تو زیر زمین. آقا برو. باید توقع دارم درست بخونم، اکتون بگیرم، نانشگاه برم. پسر جون محض رضای خدا چشمات وا کن، تو چاله نیفتی. با دست خودت گورتو نکن. تو پسر خوبی هستی، مثل بقیه بچه ها نیستی که صبح تا شوم سنگ به درشگاه ها میپرونن و سنگ رو خط واگن میچینن. تو کره میرزا علی اصغری که مرد چیز فهمی و تو بازار آبرو و اعتبار داره. بیا کجایی تو؟ اینجا چه کار میکنی عمو؟ بیا بیا بشین. نکن فردا تو خراب نکن. نظر این لش لوشای ترون بشی. همیشه بگو هم نشینم به شود تا من از او بهتر شوم. یا آخریر گفتم که با هر کسی دوستی نکنی ها. بشین. آی آی آقا کلم سوزی گیر. آقا آقا تو رو خدا آقا آی آقا سوزی گیر. آقا کلم سوزی گیر. آقا آقا چه
سر تو برگرد، اون برای چی نگاه میکنی؟ سر تو گفتم برگرد، منو نگاه کن. بگو اینو صبح به صبح بزنم به سرت، برو وایسا اونجا. کی دیگه هنوز نرفته؟ کیا سرشونو نتراشیدن؟ تو بیا اینجا ببینم. اینجا چه گریه میکنی؟ بیا اینجا، چرا الان سرتی در میاری؟ مگه اینا همه سرشونو تراشیدن چی شده؟ مردن؟ بیا اینجا ببینم. ما دو ماه دیگه دوباره برمیگردیم، ممکنه بعضی از بچه ها خوب نشده باشن. من در رخصت با میکنم، بعدا مدرسه سرچشور خواستی ببیرو. بشور بیا با این خوش کن سر تو. اول سر من شهوت داره میاد. داری چی کار میکنی تو؟ ها میخوای خلاصش کنی؟ کلاه و کیفت ورده بیار. چی شده مشتمه؟ حامیز مسعود، من با این چی کار کنم؟ من چی کار کرده؟ میخواست از تو زیر زمین همبازیشو خلاص کن. آقا ببخشید، ببخشید آقا. بفرستش تو زیر زمین پیش همبازیش تا حالش جا بیاد. چشم آقا. حالا هر چی دلتون میخواد بزنین تو سرکله هم دیگه. دانش آموزا غیر از خونه هاتون جایی نرید، فقط میرید خونه. برید برید. من نگفتم بریم اون پشت دم پنجره، نه برید. بیا بیا. اینجا زندونمونا. تا کی باید اینجا بمونی؟ شاید تا عصر. واسه چی تو رو آوردن اینجا؟ داشتم از پشت پنجره نگاهتون میکردم، آوردنم اینجا. همین؟ آره. اینجا جونورم داره؟ من که صدای موش شنیدم. راست میگی؟ آره. مار و حقرب چی؟ نه بابا، مار تو مدرسه چی کار میکنه؟ چی خلاص میشید؟ نمیدونم. خلاص ببینم. بودو. 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 چرا همتون جمع شدید سر پله؟ سلام آقا جون. چشم به راه محمدی. نیومد. سلام دختر گلم. مگه محمد نیومده؟ نه نیومده. خب حتما پیش ابوالفضله. نه بابا، ابوالفضل هم نیومده. دو نفری نیومدن؟ ای بابا، دو ساعت از دسته گذشته نیومدن کدومه؟ این چشه؟ بهونه محمدو میکنه. بیا بابا جو. بیا شکر. آمیرزا برو دنبالش. بیا. بیا میرم الان دنبالش. میرم دنبالش. بزن بابا. منم بیا. کجا تو بیا؟ آقا میرم مدرسه محمد. چه خبره؟ حلوا میدم مدرسه محمد. بشون. آقا منم آقا. خدیجه. آقا منم خدیجه.
مادر ابوالفضل میرزلی اصغرم ابوالفضل نیومده؟ من نیومده آمیرزا سلام علیکم. محمدم نیومده سلام علیکم. دلم همه جور داره شور میزنه. شما زنه فقط دلتون شور بزنه. برین تو من میرم. میرم شاید مدرسه باشم. آمیرزا دلم مثل سیر و سرکه میچشه. تو رو خدا زودتر خبر بدین. هیچ نمیخواد دل نگران باشی. بچه که نیستن که. من میرم دنبالشون. بفرما شما. این زفتو تا کی باید به سرت بزنی؟ تا وقتی که تموم بشه. مثلا چند روز؟ یه هفته، 10 روز. واقعا سرت خوبم میشه؟ نمیدونم. چه بویی میده؟ من که خیلی گوشتمه. تو چی؟ آره. میگم کاش که الان اینجا چی بود؟ اشکنه. نه کله جوش. مثل زخمتو بینه. اون وقت اینو میزنی سرت هم میسوزه؟ اون موقع که تیغ میداختم میسوخت. آقای مشت احمدم بو بچه ها خلاص شدن. سلام علیکم. علیک السلام. خیلی وقته. محمد ما که خونه نیومده هنوز. میدونم تو زیر زمین حبسه. حبسه؟ بازیگوشی کرد. آقا ناظم دستور حبس دادن. بذار من بخارونت بدم چی میگی مرد حساب. دست آخه نهار نخورده، شکم خالی، ننه بابای دلنگرم که نمیدونن جیگرگششون کجاست. حالت خوبه مشتی؟ مقررات مدرسه از آمیرزا. مشتی دل روده و شکم خالی بچه که قانون قاعده سرش نمیشه. اون بچه همسایه اونم اینجاست؟ هر دوتا حبسن. ای بابا حبس حبس رو انداز خلاص شما. آقا نیر و سلطان دستور ندن خلاص نمیشن آمیرزا. مشتی برای چی حبسشون کردی؟ آمیرزا امروز از اداره نمیدونم چی و سهه اومده بودن تا این کچلها رو سوا کنن و درمونشون کنن. دیگه نفهمیدم تو اون شلوغ پلوغی چی شد که این دوتا رو حبس کرد. بیا مشتی بیا. حرف یه کلمه هست بقیهش گب گبه. چوب هم میخوایی بزنی یکیه بقیش تب تبه. خلاصشون کن. خلاص آمیرزا چجوری خلاصشون کنن؟ در رو باز کن. خلاص کن. خیلی خوب خیلی خوب. شما تشریف داشته باشین. دم در من چشم. مشتی خیلی ممنون. خداحافظ شما باشه. آنجون کی بود؟ نمیدونم. چی شد آمیرزا؟ تیراندازی معلومه. چه خبر نصف شبی تو این شهر؟ صدای تیر آقا جون. اوه اوه اوه. کجا داری میری میرزا؟ برم یه سرگوش یاد بدم بهم چی شده. اوه اوه. کجا میام محمد؟ منم بیام دیگه آقا جون. نمیخواد بودم. آقا صدا دوره چیزی نمیشه. برو تو محمد. برو تو. نه دیگه بابا. چه خبر همون حسن؟ بگیر و ببند نداشتیم. صدا از اون طرف میاد. سلام علیکم. سلام علیکم. سلام. به خداوندی و خدا قزاقا ریختن تو تهران رو بگیر و ببند انداختن. شاید بولشویک ها باشن. بولشویک کدوم نصف شبه؟ قزاقا از کرج اومدن شاه آباد اردو زدن. کدوم بولشویک؟ بالاخره چی میشه آمیرزا؟ واسه مردم بدتر میشه که بهتر نمیشه. حرف حسابی هم ندارن الا چپو کردن اموال این مردم بدبخت. آمیرزا به خداتون اوضاع خرابه. قضا ما ریختن کمیساری های سرچشمه رو گرفتن. بیا اینجا بیا چه هولی چرا پس بزنه. برو بگم چی دیدی یعنی چی. بودو بیا تو ببینم. بودو بیا تو. این شب که رفته بودم سینما شنیدم که میگفتن سید ضیاءالدین مثل من و شما سرداری پوشیده و کلاه پوستی گذاشته سرش. راست میگی. به خدا
تازه رفته شاهآباد به قزاقا خوش آمدم گفته. باره کلان نشون میدادن با ادبیه. آمیرزا کاش قضیه به همینجا ختم میشد. آقا یه نطق قرایی هم براشون کرده و خونشون رو به جوش آورده و مواجب عقب مونده 3 ماهشون هم بهشون داده. ماشاءالله این همه پول از کجا اومده؟ بابا اون که خودش نداره، بهش دادن. آقا قزاق گرسنه استش، کفش و لباس تنش نی، قزاق حقوق نگرفته. مثل قوای لنین تو لهستان دارن تو سر هم میزنن. این پدرشو خودم میزنن، یه وقتی بهشون میرسن که میخوان یه غلطی تو این مملکت کنن، کفش و لباس و لباس و اینا کجا بود؟ درسته. قزاق جماعت تو اگه شکمشو سیر بکنی، جیباشم پر پول بکنی، میره سر برادرشو برات میبره میاره. چند روز پیش دو قزاق اومدن در مغازه پول از من گدایی کردن، شام بخورن و کفشاشونو وصله بزنن. به جان محمدم دلم ازشون سوخت. ببین چه تالانتالانیه که به قزاقای خودشون هم نمیرسن. ما که هیچ. فقط 2 ماهه که شرمنده اجاره عقب افتاده شما. نه بابا، من نگران اجاره عقب افتاده شما نیستم، نگران این مملکت بدبختم که گرفتار یه مشت امیر تومان و امیر نویان و سرتیپ و سلشگر و سلطان و یاور و میر پنج و میر غضب و نفسم گرفت تمومی ندارن در بدرا. تو مگه نمیگی کمیسیون سرچشمه رو گرفتن؟ گیجی مگه تو این کوچه دویدی؟ میبرنت اونجا آقات با 4 ماه دنبالت بگرده. بریم بسر. خدا حافظ. خدا حافظ شما. بیا بریم. خدا حافظ. برو سر خود زندگیت مراقب. خدا حافظ. خدا حافظ. خدا حافظ شما. خدا حافظ شما. شما بیا سر خود زندگیت رو بگیر. بگیر ایستادیم. بریم. بگیر از خونه اومده بیرون؟ مگه نمیدونی شهر چه خبره؟ با محمد کار داشتم. نمیذاره بیام بیرون. خیلی خوب، بیا برو تو. چیه؟ از اون تو مرسی جا گذاشتم. زور چیه؟ همون داووسی که زدم به سرم. کجای مرسی جا گذاشتی؟ تو زیر زمین. حالا میخوای چیکار کنی؟ چیکار میکنی؟ حالا سفتش میکنی. باید برم بیارمش دیگه. چه جوری؟ امروز که همه مدرسه ها رو بستن. خب نزنم به سرم خوب نمیشه. چه جوری میخوای بری؟ یواشکی. یواشکی میگیرنمون. میگیرنمون، ما بچه ها رو میگیرن. خب آقام گفته نه باید پامو از خونه بذارم بیرون. خب زود میریم میایم دیگه. نمیترسی؟ نه ترس نداری، زود بریم بیان. ما هم که دمه دارن. از خونه چه جوری بریم بیرون؟ حالا کی میخوام بیان تو؟ بهشون میگم میام خونه شما. خوبه؟ خونه ما؟ آره. میشه؟ خیلی خوب. صبر کن من برم لباس بپوشم. باش. حالا تو همچین روزه چرا شوهرت رفته مغازه؟ چه میدونسته که همچین قیامتی میشه؟ من خودم دلم برای شور میزنه. البته دل بافس نباشه، آمیرزا مرد عاقلیه، خودش میدونه چی کار کنه، کجا بره کجا نره. شوهر خودت کجاست؟ اونم رفته سر کار، منم دل بافس اونم. نگران نباش، اونم میاد. کجا؟ خانجون بذار. کجا میخوای بری؟ خانجون داریم میریم خونه ابوالفضلنا. زود بریم. کجا داری محمد؟ محمد! کجا داری میری؟ میریم سر کوچه، زود میان. مردی خوردن. دام زودتر جمع کنیم بساره تو. مردم رو جمع کنیم داره خوده. برو جا دیگه کاسه میکنم. برو جای دیگه. جمع کنیم. چجوری میتونیم بخریم؟ از کجا باید بریم؟ دیگه چی میگی بابا؟ راه میخوره خونه تو وای نسته اینجا. بردم بریم خونه. راست بیاد جه. چه وضعیت چه سرسی اینجا نخریم، بریم سر زمین بابات بخریم. را بیو برو خونه تو. برو اینجا بایی نستا. برو اینجا بایی نستا بری بابا. را بیو خونه تو. بری خونه تو. بری خونه تو. بری خونه تو. بیا از رو دیوار بریم. اینجاست. مشت احمد
چی بود؟ نمیدونم. کجا داری میری؟ مشت احمد بیا بریم بیرون. چی شده مشت احمد؟ کشتنم رو کشتنم. من از اینجا ببری آره بازم. نری بیرون نری بیرون. نره او بیان این خفل رو بگیر در خفل کن. با تایی توفنگ زدن تو سرم زخمش کردن. آه مشت احمد من چه دیری بریم کنم؟ نمی ببین توی زیر زمین شما اصلا برای چی اومدین اینجا؟ دیروز زفت جا گذاشت شما واسه یه ذره زفت بزن تو همچی روزی اومدین بیرون که چی؟ با تفنگ زدن تو سرم خدا لعنت تو. مشتمت اون بیرون چه خبره؟ کودتای پاشی پیاله آب برام بیا. وای سرم بیماشم یه وقت نیان تو حیات. بری تو زیر زمین. کار به ما نداره، ما کار به کس نداریم. اگر قزاق زیر تیغم بودی به جای مو گردنش من می‌بریدم. خودتون رو به خریت زدین. خود اصلا حسین بیا. رابطه سری خونه هاتون متبرخشین. یالا سری. بابا نمی‌فهمین کو مدت زمیه. برید از کارتون دیگه. آدم های زبون نفهمی هم از ظلم آسمان نیستی؟ هستم که هستم. تو خودت پسر کی هستی؟ بابات چلوی بود یا کله پر؟ من حرف بعدی که نزدم زردست آقاد بوده شناختمت. من میرز علی اصغرم غریب. ببین اینجا داره شلوغ میشه. برو رد کارت. برو به کارت برو. میگم پانستا اینجا میگم پانستا. آره رد کارتون دیگه. آه برو نیم ده. یعنی کیه؟ مشت احمد در باز کن. مشت احمد آقا جونم بود. خب برو در باز کن خودو. آقا جون شمایی وایس آقا جون. محمد اینجا چه غلطی میکنی ها؟ این پیره مرد چرا اینجوری شده؟ سر کلت چرا شکسته؟ مشت احمد چی شد؟ در رو ببندی ندم میان میبندمش میبندمش خیلی خب بیا این قفل رو بردار. این نفر قفل بردار اندشکی که بیشو کناره. این بخچه چرا اینجا افتاده سر دیمانی کیه این؟ مشتم از سرت چی شده نگفتی؟ با تایی توفنگ زدن خون را افتاد آمیرزا. با پیر مردم پر این غذاها چی کار میکنی؟ بشین خونت دیگه. رفتم یه تکه نونی بخنم. نخورد نشه یه لقمه نون. شما اینجا چه غلطی میکنی؟ زفت جا گذاشتیم. خب غلط که اینجا گذاشتیم. خب فردا برمیداشیم. آمیرزا آخه نمیدونی بیرون چه خبره که تمام گذر شلاختون به غذا گذاشتن چجوری دارم ببرم خونه. پاشو بیجا نشونت بدم. پاشو. نه هیچ دارم. پاشو اگه کار قنداق تفنگ باشه شکستی سرت. پاشو. نه آمیرزا فقط خون را افتاده. دست دامنه کی بشم با اوضاع خرابه. بذار این کره یالونو ببینم. من نمیام ها. آمیرزا من مریض خونه جایی نمیام ها. آقا برای چی نمیخوای بری مریض خونه؟ والا مال همین روزاست. پاشو بیجا برسونم. پاشو مشتی بیجا برسونم. آمیرزا تو خدا من هیچ دارم نیست. از جام تکون نمیخورم. مرسی جان. یه موقع این استخونه سر ترک برداشت ما که نمیدونیم که آمیرزا فقط یه ذره خون اومده هیچ دورم نیست.
مشتی یکی از این قضاها رو من شناختم، پسرای نذرالله ماسبنده، شاید خرش میره یه کاری واسه من میکنه. پاشو بابا جون. اصلا همه تو همینجا بمونین، یه لقمه نو از با هم میخوریم تا این وضع آروم بشه. مشتی زبونم داد میگیری، میخوابی به غروب نمیکشه، میمیری حالی نگرمی الان. پاشو و ناره و سقره، بذار بمیرم، بذار بمیرم و این وضع رو نبینم. ببینین چه روزی واسه ما درست کردین، چه میتونه میگه بزنم جفتتون زمین گاز بگیرین. پاشین را بفتیم، پاشین را بفتیم، را بفتیم، را بفتیم، بینیم، خدا حافظ میشه. اونجا بینیم، بینیم اینجا، بینیم اینجا، پشت پایم که چیکی تونم در نیا. بایستیم، همینجا بایستیم، بایستیم همینجا. باز که شما اینجا این؟ پسرم اشرف عزیزالله. بابا، چیه؟ مشتم از این قزاقه داره میاد دریوری نگی ها. قزاق مزاق تو مرزه نیاری ها. یه دقیق چی نگو اومد. بیا نیا کن. نیا کن با قمدق دفتن کشی به سرم پیره مرد آوردین. من زدمش. تو نزدی هم قطرات زده خود یکی زده دیگه اینجوری که نکن. بیا نفت. رفته پیره مرد یه لقمه نون بگیره زدن آشون آشش کرده. غیر از اینا دیگه کی تو این مدرسه هست؟ خودمونی همین چند نفر، این کسی نی، این هم فراش مدرسه هست. ناکن پاشو، پاشو بیده مدرسه زاید بده، بریم مریض خونه باوجون. پاشو باوجون. آمیرزا من مریض خونه بیا نیستم. نمیایی نیا، من چه کار کنم؟ خب نیا، حالا ما چه کار کنیم با این بچه ها اینجا گرفتار شدیم؟ میخوام بریم خونمون. خب بریم خونتون. نمیذارن، زیر این اعلامیه رضا اومده که سه نفر بیشتر رو میگیرن، من چه کار کنم با اینا؟ اینا رو که نگفته، با بچه ای کاری باید ندارن، بیاییم بریم خونتون. بشپولی زرم نداره، خیلی از جلدونی بگیریم، بریم، بریم تا نمسته بگیریم. خدا حافظ، خدا حافظ شما. آشنا چه جوری برم خونه؟ میبینی که الان که دیگه میتونیم بریم، راه بیفتیم بریم خونه، زود باشیم. لحظه دیگه برید به کار زندگیتون برسید. رفتن که بردن که بیا پشت پله. مدرسه قایم چی؟ چی رو بریم مدرسه قایم چی؟ بعد از این من بریم خونه عجلتون رو بریم اینجا.
بسونو برداری که تا خونه باید بادیم باشی باشی بید خودو برو رحمت جلال خلیو برو برو دیگه بریم اون برسه یه چیزی بیار اینجا بندازه زیر اندازه چیزی بنداز سر زمین که نمیتونه بخوابونه برو یه چیزی بیار برو آفه خاک بر سرت با این مملکت داری بنداز یه چیزی بجام کمرم افتاد نگیرش نگیر بچه مردم مو بذاریم آروم بخوابونش آروم بخوابون بیا 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 بگی نذارید نفع بیارید چی کار بیارید که ستاره این مملکت از اولش مطابق نیومد که نیومد که نیومد توف به این مملکت دارید بله اگه قجاق ببینم اینقدر میزم تو سرش تو چشش میفت کفت درسه بگیرین نظار بره افسار پاده کفه با قرصاق جماعت نمیشه نرفته دینا یکی در بیوننه بابا ندارن برشتن بیار بیار اینجا ببینم میگیرن نه پهد میکنن چهار نفر و چلو جمع کنن عقلت مگه کم شد بیار ببینم ببین اصلا این که من که نمیشناسمش رفیق ده جمعش کن دیگه تام خوش یه پیاله آب بیار نشستی مردنشو ببینی حسابی خراب شده ببین کجا آب داری بردار بیار زبونم بود دارم دست درد نکن بخور یه قلوب بخور بابا گروه خشکه یه ذره بخور آه آه بارکلا بابا اینجا نشین تو برو اونورتر بشین بزن هوا بیاد بیچاره داره میلرزه پاش داره میلرزه دست نزن بچه جون چند روزای زندگی ما هم ریختین الهی بابا تحروش داره پاشو بگیر بگیر پاشو نظر برگرده الهی پیش محکم محکم که کتشو بگیر الهی نو سواره شما شما پیاده خیلی خوب خیلی خوب ببین پاشو آها محکم نگرده عجب بدبختی زده بچه مردم رو لط پار کرده بگیرش بگیرش بابا جان چی رو دارید نگاه بابا جان بریم پیکارتون بریم بزن هوا بیاد بابا بگیر نظر برگرده برادر من پاشو برو پاشو برو نمیخواد برو اون برو چی رو نگاه میکنید ای بابا بیا 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 جانم بگیر بگیر سرش بر نگرده بگیرش این نه جان سرشو بگیر سرشو بگیر بالا بذار بسن میخوام برم خونم چجوری بریم شما دو تا دختر برای چی دارین زار میزنید عوض این کارو بشینید جا ببینیم چه خاکی از سرمون بریزید محمد ابوالفضل آدم باشین انقدر به وسیله مردم دست نزنید بگید اینجا بشین
بیرون داره برف میاد. اوزان بفهمی نفهمی آروم شده. بالا غیرتون سر بنزین پایین برید پی کارتون. به جواب اومدی گفتین اون بدبختم برسه دم خونش. قزاقا رفتن یا هنوز نه؟ یه نفرش اونم داره گلش گم میکنه. پاشی محمد تزون بجون ببین. بجون برید سر خونه زندگیتون بابا. خاطرون زود باشه که امروز اینجا فردا به قیامت.